میشد. به این ترتیب یهودیان به دشمنان خود حمله کردند و آنها را از دم شمشیر گذرانده کشتند. دمتون گرم. آنها در شهر شوش که پایتخت بود 500 نفر را کشتند. 10 پسر هامان دشمن یهودیان نیز جز این کشته شدگان بودند که همشون رو دار میزنن میگن. اما یهودیان اموال دشمنان را غارت نکردند. واقعا حالا اون موقع رو که ما ندیدیم غارت کردید یا نه، ولی امروز که واقعا شما در فلسطین اشغالی خونه مردم فلسطین رو میریزید، واقعا فیلم ها و عکساش هست که خونه مردم فلسطین رو همه رو غارت میکنید. اول اموالشون رو غارت میکنن، بعد خونه رو با خاک یکسان میکنن با لودر و اینا. این فیلم هایی است که الان امروز در فلسطین میتونید ببینید. در آن روز آمار کشته شدگان پایتخت به عرض پادشاه رسید. سپس او ملکه استر را خواست و گفت یهودیان تنها در پایتخت 500 نفر را که 10 پسر هامان نیز جز آنها بوده کشتن. پس در سایر شهرهای مملکت چه کردند؟ آیا درخواست دیگری نیز داری؟ هرچه بخوایی به تو میدم. بگو درخواست تو چیست؟ بعد استر با پادشاه اگه سلا بدونی به یهودیان پایتخت اجازه دهی کاری را که امروز کردن فردا هم ادامه دارن و اکثر 10 پسر هامان را نیز به دار بیاویزن. اکثرشون رو به دار بیاویزن. چقدر شما ها متمدنید شما عزیزانی. پادشاه مملکتی به خاطر زن یهودیش بگی برو 77000 شهروند ایرانی رو. اصلا ایرانی ها چقدر بودن اون موقع که 77000 تاشو شما کشتید؟ حالا تو تاریخ میخونیم چیزی به نام استر وجود نداره. کتابای توهمات اینا رو میخونیم استر وجود داره. بعد میگه پادشاه با این درخواست استر هم موافقت کرد و فرمان او در شوش اعلام شد. اکثر پسران هامان نیز به دار آویخته شد. پس روز بعد باز یهودیان پایتخت جمع شدن و 300 نفر دیگر را کشتن. آفرین. ولی به مال کسی دسترسی نکردن. بقیه بعد هم فقط کشتن. آخه چقدر. ولی به مال کسی. آقا وقتی کشتیش دیگه مالش به چه دردی میخوره؟ ما رو مسخره کردی. زدی 300 نفر کشتی. وقتی آدم کشتی که مال این که دیگه نر کسی که مرده که مال میخواد چیکار؟ حالا شما آره شما کشتی، شما از جنازه پسران هامان خودت میگی نگذشتی، میگی پسران هامان اول کشتیم بعد رفتیم از شاه اجازه گرفتیم اینا رو دار بزنن، اون وقت هم مال اینا بگذری؟ اونم تو. بقیه یهودیان در سایر استانها نیز جمع شدن و از خود دفاع کردن. آنها 75000 نفر دشمن خود را کشتن و از شهر را آنها رهایی یافتن، ولی اموالشان را غارت نکرد. این کار را در روز 13 ماه آدار انجام گرفت و آنها روز بعد یعنی 14 آدار پیروزی خود را با شادی فراوان جشن گرفتن. اما یهودیان شوش روز 15 آدار را جشن گرفتن زیرا در روز 13 و 14 دشمنان خود را می کشتن. یهودیان روستاها به این مناسبت روز 14 آدار را به شادی جشن می گیرن و به هم هدیه می دن. این از نظر تاریخی غلطه و چرنده و همچین چیزی وجود خارجی نداره. اما چیزایی که تو مراسم پوریم انجام میشه، یکیش این کیکه، یعنی کیک نشیرینی. این شیرینیه بهش میگن نام شیرینی هامان تاچن بهش میگن. هامان تاچن این به منظور کلاه هامانه و اینا این شیرینی رو جوری درست میکنن که اون وسط به حالت خون باشه و به یاد خون هامان یا جیگر هامان که حالا میگن وسط کلاهش گذاشتن این شیرینی رو میخورن. چون در این روز خیلی هم اینا موادی رو مصرف میکنن که شبیه خون باشه، مواد خوراکی که شبیه خون باشه، بگن خون هامان و پسران هامان ما داریم میخوریم. خب دمتون گرم که خودتون میگه خون خارید. ما در اینجا این خانم دختر آقای ترام داره شیرینی هامان تاچن رو درست میکنه. خب شوهرش هم که یهودیست. این هم که مدیر فیسبوک آقای مارک زاکربرگ که سال گذشته بود که شیرینی هامان تاچن رو درست کرده بود. خب ببینید چقدر اینا نفوذ دارن، چه ضد ایرانیان. تاریخ یه اتفاقی افتاده یا نیفتاده؟ خب رفتیم خوندیم که نیفتاده، اون دیگه مهم نیست. مهم اینه که امروز اینا اینو دارن مطرح میکنن. در عکس بعدی میبینید که اینها به بچه‌هاشون آموزش میدن در جشن پوریم، اسلحه رو میدن به بچه‌هاشون، تصاویر اون هامانی که خودشون ترسیم میکنن شبیه دلغکو میذارن و این بچه ها به شلیک میکنن. آقایون متمدنن ها، خیلی انسان دوست و اینان. اوکی. در تصویر بعدی میبینید که خاخامهای یهودی میان به ظاهر میگن یه نوشیدنی رو میخورن شبیه خون و این میگن نمادینی که ما داریم جیگر هامان رو میخوریم. این خاخامهای یهودی که میگن آی ما مظلومیم اینا، اینجا دارن جیگر میخورن مثلا. مثلا میگن آقا با این خونی که داری میخونی خونه جیگر هامانه. این 10 پسر هامان هستن و در درس‌ها یا کتاب‌های کودک بچه یهودی این تصویر رو میذارن که آقا ما با افتخار 10 انسانی که کشتیم و بعد از کشته شدنشون به دار آویختیم.
خب این بچه فکر کن 7-8 ساله یهودی این کتاب رو ور میداره اینو میبینه. این اسرائیل فارسی هم در مورد هامان که توضیح داده میگه که این هامان و افرادی که یهودی کشتن اینا تبار ایرانی نداشتن. راست میگه، در کشور ایران که ایرانی زندگی نمیکرده دوره هخامنشی که تبار ایرانی داشته باشه، آفریقایی زندگی میکرده، چینی زندگی میکرده، اینا زدن چینی ها و آفریقایی ها رو کشتن. خودتون مسخره کنید، توهماتتون میگی ما 77 هزار ایرانی کشتیم، الان که مچتون رو گرفتیم میگی نه هامان و اون 77 هزار تا ایرانی نبودن، آفریقایی بودن، چینی بودن، هندی بودن، کجایی بودن؟ نتانیاهو My friends, I've come here today because as Prime Minister of Israel, I feel a profound obligation to speak to you about an issue that could well threaten the survival of my country and the future of my people. Iran's quest for nuclear weapons. We're an ancient people. In our nearly 4,000 years of history, many have tried repeatedly to destroy the Jewish people. Tomorrow night, on the Jewish holiday of Purim, we'll read the Book of Esther. We'll read of a powerful Persian viceroy named Haman, who plotted to destroy the Jewish people some 2,500 years ago. But a courageous Jewish woman, Queen Esther, exposed the plot and gained for the Jewish people the right to defend themselves against their enemies. The plot was foiled. Our people were saved. Today, the Jewish people face another attempt by yet another Persian potentate to destroy us. Iran's supreme leader, آیت‌الله خامنه‌ای. خوشم میاد که اینجا که نام آقای خامنه‌ای رو میاره به سرفه کردن میافته، همین سرفه میکنه همینجوری. آقای نتانیاهو به درستی آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران داره همونجوری که بهتون گفتم جا پای هخامنشی ها میذاره و اینها رو ادامه دهنده میدونه. ایران سپریم لیدر آیت‌الله خامنه‌ای خفه شد. نام خامنه‌ای هم به اینا چه فشاری میاره. ایران سپریم لیدر آیت‌الله خامنه‌ای spews the oldest hatred. میگه نفرت قدیمی رو دوباره آلت دست قرار داده است. ولی نفرت قدیمی مال شما هاست، اصلا همچین چیزی وجود نداره. ولی خیلی خوشم میاد که به درستی داره میگه که آقا اصلا دشمنی با خود ایرانه. spews the oldest hatred of anti-Semitism with the newest technology. خب این حقیقت داستان جشن پوریم بود. کل داستان پوریم خیالی است، ولی بر پایه همین خیالاتش اینا دارن به ما توهین میکنن. مهم نیستش دیگه این در بستر تاریخ اتفاق افتاده یا نه. مسئله صهیونیسم جهانی به نظر من میتونه یک رشته دانشگاهی باشه، چون خیلی فراتر از این حرفایی هم هستش که من دارم میگم. اینها در چند جبهه مختلف، حالا یک بخشش خانواده است، یک بخشش مرزگشایی است و یک بخشش بر داستان تراریخته، خوراکهای تراریخته یا فروریخته است، مدیکال تروریسم، تروریسم ارضی رو اینا انجام میدن. خیلی گسترده است، حتی تروریسم هنری اینا دارن. تروریسم هنری تروریسمی است که اینا صنعت سینما یا هنر یا موسیقی رو به ابتذال بکشونن. آقا بابا اینا فکرشون به یه جاهایی میرسه که شیطان هم اگر وجود داشته باشه مغزش به این جاها نمیرسه.